در ادامه برنامه صبح و زندگی برگشتیم و تشکر میکنم از همراهی همه شما بیننده های عزیز که ما را تنها نگذاشتین. روزهای اخیر ماه مبارک رمضان هست و امروز هم تاریخ 25 ماه مبارک رمضان هست. چیزی که بر ما بسیار مهم است، شبهای ماه مبارک رمضان و شبهای اخیر این ماه مبارک است که به نام شبهای قدر یاد میشه. شبهای قدر از جمله شبهای بسیار مهم و با ارزش و همچنان شبهای مبارک در دین مقدس اسلام حساب میشه و سوره مشخص در قرآن کریم به نام سوره قدر هم وجود دارد. بیشتر گفته شده که عبادت کردن در شبهای قدر برابر هست با 1000 ماه عبادت کردن و شبهای قدر هم به نام شبهای نزول قرآن و فرود آمدن ملائکه به زمین گفته شده. اما اینکه در شبهای قدر چه احکام وجود دارد، چطور میتونیم که از فضیلت شبهای قدر بهره بگیریم و چه اعمال خوب است که در شبهای قدر ما انجام بدیم و علائم و نشانه های مشخص شبهای قدر کدام ها هستند، در این زمینه میخواهیم صحبت داشته باشیم با استاد بسیار محترمی که با ما هستند، دکتر صاحب تمیم مدثر بهرام، استاد دانشگاه. شما را خوش آمدید میگم استاد، صحبتتان بخیر. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم به نوبه خود عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران شما و بینندگان نهایت گرامی. بسیار تشکر استاد، خوشحال هستم که باز هم شما را در صبح و زندگی داریم. در ابتدا اگر صحبت بکنین در رابطه به فضیلت شبهای قدر که چه فضیلت دارد؟ بله، خب یکی از ویژگی های دهه اخیر ماه مبارک رمضان شبهای قدر هست. در قرآن عظیم شان سوره داریم که 5 آیه داره به نام سوره قدر. چرا این سوره نازل میشه؟ سبب نزول از این سوره چی هست؟ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روز یاد آور شد از امتهای گذشته که عمر از اونا بسیار طویل بود. عمر از اونا تا 300 سال و 400 سال و 500 سال عمر داشتن. حتی حضرت آدم علیه السلام 1000 سال عمر داشت. و به مرور زمان عمرها کوتاه شد و در حدیث میاد که از امت پیغمبر یکی از علایم آخر زمان امی است که عمر از 65 بالا نمیره که اکثرا امروز مرگ میردمی سن هست. زمانی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد کرد که عمر از اونا بسیار طویل بود، اطور معنا داشت که عبادت اونا هم بیشتر میکردن، چون ما عمر ما کمتر هست کم عبادت میکنیم. پروردگار متعال به خاطر که پیغمبرش را و مسلمان ها را خوش داشته باشه و خوش داره و اینا را یک فضیلت و عظمت بتم، شب قدر مشخص کرد که در این شب کسانی که عبادت الله را میکنن گویا که 83 سال عبادت کردن، یعنی 1000 ماه مسایی میشه به 83 سال. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در رابطه به فضیلت از این شب فرمود که من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شبهای قدر را عبادت میکنه، بیدار خوابی میکنه، به مردم خیر میرسانه، رابطه خود را با الله محکم میکنه، گویا که بنده تمام گناهاش را الله بخشیده. و الله متعال میفرماید که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. یعنی یکی خود شب با عظمت هست، یکی نزول قرآن هم با عظمت هست. زیرا با نزول قرآن ما شما میفهمیم که جامعه از بدبختی ها به سوی خوشبختی ها سوق داده شد. انسان ها به قتل می رسید، مال انسان ها به غارت می رسید، مصیبت ها بیشتر بود. با آمدن قرآن واقعا جامعه اصلاح شد. قرآنی که به جسم و روح ما شفا هستند. پس الله این قرآن به یک بارگی از لوح محفوظ به بیت العزت نازل کرد. نزول قرآن دو بخش داره، یکی به شکل می کلی که ای از لو محفوظ به بیت العزت دمی شب نازل شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بعد از این در مدت 23 سال باز کم کم بالای پیغمبر قرآن نازل شده. باز الله می فرمه که و ما ادراک ما لیلت القدر، ای پیغمبر چی چیز تو را آگاه ساخت، چی از شب قدر، یعنی تو نمی فهمی که چی عظمت را در خود دارد. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم غیب را نمی فهمید. الله می فرماید که لیلة القدر خیر من 1000 شهر، یعنی زنده داری در شب قدر برابر به 1000 ماه عبادت الله هست که 83 سال میشه. یکی از ویژگی ها می هست که پروردگار متعال این پاداش بزرگ را برای انسان ها عطا میکنه. دوم تنزل الملائکه، دی شب ها ملائک نازل میشن. حضرت
ابو هريره رضی الله عنه میفرماید که نزول ملائک به اندازه سنگریزه های زمین هست، چقدر در زمین سنگ ها هست و می تعداد کثیر از ملائک از آسمان ها پایین میشه. و روح و جبریل امین، جبریل امین در زمان نزول قرآن پایین میشد، اما اکنون که پایین میشه به خاطر از اینکه شب با عظمت و با قدر هست و استغفار طلب بکنه برای انسان های گناهگار هستند. به تعداد کثیر ملائک به زمین پایین میشن و پروردگار متعال فخر میکنه که بالای ملائک شما میگفتین انسان ها معصیت میکنه، گناه میکنه، خونریزی میکنه، اما اینا کلا بیدار هست و مرا عبادت میکنه. و هر دعایی که انسان داشته باشه در شب الله قبول میکنه. بسوار. حضرت عایشه رضی الله عنها خانم پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینا یک فقی و یک محدثه بودن، یک شخصیت علمی بودن، میفرمایند که من از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردم که ای رسول خدا در این شب و در این شبها چی دعا بکنیم؟ پیغمبر خدا گفت این دعا را بکنین که اللهم انک عفون، اله تو عفو کننده هستی، کریم و گرامی هستی، تحب العفو، دوست داری عفو، الله دوست داره که بخشش بکنه، فعفو عنا، تو ما را عفو کو. اگر خواهرای ما میخوانن فعفا عنا بخوانن و برادرای ما فعفا عنی. پس این دعا را بخوانن، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فعفا عنی. پس خیلی خوب است که شب های قدر. شما استاد گفتین در شب های قدر بیشتر خوانده شده. پس استاد در رابطه به نشانه های شب های قدر بگوین که چطور ما بفهمیم که کدام شب از شب های قدر حساب میشه؟ آیا کدام علائم و نشانه های مشخص داره؟ بله، یک وقت مردم تو فکر میکرد که کس شب را قدر پیدا میکنه که خواب ببینه که درخت ها سجده میکنه و سنگ ها و کوه ها، این درست نیست. پیامبر خدا میگه هر روزی که شما صبح بیدار شدین آفتاب را دیدین که تغییر کرده بود، یعنی روشناییش نسبتا زرد شکل بود. بله. و همچنان امو شب معتدل بود، نه بسیار گرم بود نه بسیار سرد. بفهمین که شب قدر هستن که گرچه که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث میفرماید که تحروا لیلت القدر، شما تلاش بکنین لیلت القدر فی الوتر من عشر الاواخر رمضان، در شبهای تاق دهه اخیر رمضان. پیغمبر خدا امی دهه اخیر مکمل عبادت میکرد و فرمود که شما شبهای تاقش را عبادت الله را بکنین 21 23 25 27 و 29. اما وقتی که جمع‌بندی میکنه صحابه، قول حضرت ابی بن کعب صاحب و تعداد صحابه می هست که شب 27 بهترین شب است و این شب قدر هست. بسیار. آن اکثرا دوستای ما کار میکنن، زحمت میکشن، دکانداری دارن، استاد هستن، نمیتونن، مشکل است که تمام شبها را بیدار خوابی بکنن. حداقل همین شب 27 را کل ما کوشش بکنیم که بیدار خوابی بکنیم. بهترین شب هست، عبادت پروردگار رو مطالعه بکنیم که این لحظه و چانس دوباره در زندگی نمیه. زندگی در زندگی انسان را الله چانس میده، اگر انسان چانس خود دست داد دوباره باز به دست نمیاره. نمیفهمیم که تا به سال بعدی ما زنده هستیم نیستیم. یک شب هست، ببینید در زندگی دنیا میریم با عروسی ها تا 2 بجه شب 3 بجه شب میشینیم، مشکل نیست، اما یک شبه که عبادت الله، شیطان سر ما کمک گرنگی میکنه، اما شیطان از خود دور بکنیم، چون قانون امی هست که همیشه شیطان انسان مانی میشه از کار خیر و در کار شر انسان میگذاره. پس چه خوب هست که ما یک آمادگی همه ما به شب داشته باشیم. بسیار خوب استاد، در رابطه با شبهای قدر شما فرمودین که خوب است که امو دعاهایی را که شما یادآوری کردین خوانده شود. در کنار از او هم کدام اعمال خوب است که در این شبهای مبارک انجام داده شود؟ خوب هست که ما شما یک تقسیم اوقات داشته باشیم، یعنی قرآن بخوانیم، قرآن اگر با تفسیر بخوانیم انوس بهتر عالی تر، کم بخوانیم مهم نیست. که ما ببینین در افغانستان مردم دوست داره که زود ختم بکنه، اصلا این زود ختم کردن ثواب نداره. پروردگار به کیفیت میبینه، به کمیت نمیبینه که ما در یک رمضان 3 بار ختم کردیم، این درست نیست. یک بار ختم کو با تدبر، با تفکر در معنی قرآن، قرآن با تفکر بخوان. صحابه علاقمند زیره بودن که زود ختم کنن، علاقمند بودن کمتر با کیفیت بالاتر. شب قدر ما میتونیم که تفسیر قرآن باز بکنیم، معنای قرآن بخوانیم، ذکر بکنیم. بهترین ذکر ما میخوایم که جا بگویم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم،
آنقدر عظمت داره که در روز قیامت در ترازوی اعمال انسان گذاشته میشه و گرنگی میکنه. بله. میشه می ذکر یادداشت کنیم با خود سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله و اتوب الیه، نمازهای نفله بخونیم، تهجد بخونیم و بیدار هم باشیم، تفریح هم بکنیم. به می شکل امی شب را باید تا صبح بیدار باشیم. بسیار خوب، پس چه خوب است که در کنار از اینکه بعض افراد تلاش میکنن که قرآن کریم را ختم بکنن، خوب است که با تفکر و تدبر ختم بکنن. یعنی هر سپاره را که تمام میکنن خوب است که با تفسیرش، با معنایش خوانده شود تا خود ما هم درک بکنیم که واقعا در قرآن کریم در مورد ما و در مورد آنچی که حملش در ارتباط هستیم چی فرموده شده. یکی از عمدترین عوامل بدبختی در کشور ما همین است که مردم ظاهرا میبینه و در معنا فکر نمیکنن. بسیاری مردم معنا نماز را نمیفهمه، معنی قرآن را نمیفهمه، اینجا هست که به معصیت دست میزنه. بسیار تشکر استاد محترم از اینکه امروز در صبح زندگی تشریف آوردین و صحبت های بسیار خوبتان را در رابطه با شب قدر با ما بیننده شریک ساختین. تشکر، وقت خوش به شما میخواهیم.